با نام خدا و سلام بر شما به تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. آمریکا مذاکرات طرح‌ریزی شده با امارات اسلامی را در دوحه لغو کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفته است که آمریکا در واکنش به عدم باز شدن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم این مذاکرات را لغو کرده است. امارات اسلامی اما تاکنون در مورد این تصمیم آمریکا واکنش نداشته است. رویترز اما گفته است قرار بود این نشست ها به روزهای شنبه و یک شنبه در دوحه برگزار شود. با گزارشی که همکارانم در همین رابطه تهیه کردن توجه کنید. پس از هشدارهای جهان به امارات اسلامی در پیوند به بسته ماندن مکتب های دخترانه، حالا امریکا گام عملی را برای زیر فشار قرار دادن امارات اسلامی برداشته است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که امریکا یک سلسله گفتگوهای برنامه ریزی شده را که در قطر با امارات اسلامی داشته است را لغو کرد. این خبرگزاری به نقل از سخنگوی وزارت خارجه امریکا نگاشته است که مذاکرات به این دلیل لغو شده که امارات اسلامی از تعهداتی که برای مردم افغانستان و جهان داده بود عقب نشینی کرد. تصمیم دولت سرپرست یک تغییر عمیقا ناامید کننده و غیر قابل توضیح از تعهدات به مردم افغانستان و جامعه بین المللی بود. ما برخی از تعاملات خود از جمله نشست های برنامه ریزی شده در دوحه را لغو کردیم و روشن کرده ایم که این تصمیم را به عنوان یک نقطه عطف بالقوه در تعامل ما با افغانستان اتخاذ کرده ایم. حالا وقت عزیز که شما باید سیاست کنین، شما باید حکومت داری خوب به نمایش بگذارین. حالا مردم به نان نیاز دارن، به کار نیاز دارن، به آرامش نیاز دارن. حالا وقت عزیز که ما امروی جهان رابطه خوب داشته باشیم. امروز مثلا به خاطر عزیز که شما دروازه مکتب بسته کردین، فشار سر خودتان آمد. خبرگزاری رویترز همچنان گفته است این نشست ها به روزهای شنبه و یکشنبه میان نمایندگان امریکا و امارات اسلامی در دوحه طرح‌ریزی شده بود. در این گزارش آمده که در برخی از این نشست‌ها نمایندگان ملل متحد و بانک جهانی نیز اشتراک می‌کردند. بر بنیاد این گزارش رویترز انتظار می‌رفت که در این مذاکرات درباره استقلالیت بانک مرکزی افغانستان و چاپ بانکنوت‌های افغانی هم گپ و گفت‌های صورت گیرد. مطمئن شوند که او کار نیست و انشالله همگی با پانتونا و با مکاتمی برمیگردن. این نشست ها و برخواست ها دوباره شروع خواهد شد و مشکلات بیرونی افغانستان هم کمتر خواهند شد. امید است که اینا قدم های مثبت بردارن تا به طرف رسمیت شناختن و روابط عادی بین المللی که بین کشورها هست به او برگردن. با این حال نماینده خاص سازمان ملل در افغانستان در دیدار با سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی امارات اسلامی در قطر گفته است که اگر تصمیم امارات اسلامی در مورد تعلیم دختران تغییر نکند یک زیان غیر قابل جبران به افغانستان وارد خواهد شد. باز هم خوش آمدید مهمانان من در این برنامه. هر یک آقای صمد کارمند آگاه روابط بین الملل از آلمان و همچنان آقای سید قریب الله سادات تحلیلگر مسائل سیاسی اینجا در استودیو با ما حضور دارند. مهمانان عزیز را به برنامه خوش آمدید میگم. آقای سادات اجازه بدین در نخست با شما آغاز بکنم. تصمیم آمریکا را در مورد لغو مذاکراتشان با امارات اسلامی در دوحه چگونه بررسی میکنین؟ به نظر شما چه عامل خاص باعث شد که این مذاکرات لغو شود؟ به نام یاد خدای بزرگ با درود و سلام حضور شما بیننده های عزیز، همکاران تکنیکی و مردم در دیده و زجر کشیده افغانستان، چه در داخل و چه در خارج. البته متاسفانه باید بگویم که آمریکا همیشه استفاده ابزاری کرده. این برنامه هم متاسفانه یک برخورد سیاسی است. مردم افغانستان نیاز دارد که مکاتبش چه دخترانه و چه پسرانه باید باز باشد و این یک نیاز بشری است، یک نیاز اجتماعی است و ما از باز نشدن مکاتب مردم افغانستان مایوس و متاثر به خاطر شده که در طول 7 ماه امارت اسلامی وعده کردند باید برنامه ریزی میکردند که چقدر مکاتب ما حداقل ما به نظر ما 30% یا کمتر از 30% یا 20% از این به احیای دوباره یا تجدید نظر نیاز داشت که در رابطه عمل میکرد.
اما امارات اسلامی متاسفانه ناکارایی یا ناتوانایی یا استفاده ابزاری یا سیاسی از این بخش اونا را ابزار و وسیله دستشان میده که تا اونا بتانن ناتوانایی ها، ناکارایی ها و اهداف شومشان در قالب همچو حرفا و واژه ها با کار ببرن تا بتانن از جهان براعت بگیرن در رابطه با جنایت و ظلمی که در طول 20 سال آمریکا در افغانستان انجام داد. این را باعث یک وسیله و ابزار بر جهان نشان میدهد که ما با کدام گروهی که می جنگیدیم دیدگاهشان متاسفانه چنین بود و چنان بود. باید امارت اسلامی متوجه ظرافت‌های سیاسی، ظرافت‌های اجتماعی، ظرافت‌های سیاسی باشد که از کدام وسایل و ابزار اینا برای توجه جهانیان استفاده بکنند که اگر جهانیان مصروف جنگ اوکراین شد یا بعض موضوعات دیگه شد باید ما از کدام وسایل و کدام ابزار برای توجه به وضعیت افغانستان استفاده کنیم. آمریکایی‌ها متاسفانه همیشه دنبال بهانه هستند. خب ما چیز را متوجه شدم که یونسف یک نهاد کمک کننده است وقتی که فهمیدن که مذاکرات داشتن با وزیر تعلیم تربیه با وزیر تحصیلات عالی که مکاتب آغاز میشه پانتونا آغاز میشد اینا اعلان کردن که 2 میلیارد دلار ما کمک کردیم. 2 میلیارد دلار در اقتصاد مردم افغانستان چه تغییر آورد؟ آیا کدام پول را به وزارت تحصیلات عالی در رابطه با جداسازی صنفای دختران و پسران یا حقوق استادا و یا معارف به یک شکل که شما اگر استادا را بیشتر بکنند به خاطر جداسازی یا یینی مقدار پول به خاطر گرفتن یونیفرم در اختیار شما قرار دادیم به خاطر از اینکه ما حمل وقت داریم یعنی 7 ماه 6 ماه 5 ماه 4 ماه خیلی راه آسان بود میتونستند از کمک های جهانی برای یک تعداد کسایی که نیازمند بود اکثریت خواهرای ما فامیلای ما دخترها شد که به مکاتب میفرستادن قبلا هم یونیفرم یا یک فرم لباس مکتب داشتن و لباس مناسب هم بود. ما نباید کار بکنیم که جهانیا وسیله و ابزار دستشان بیاد و بر ما نقد و نظر بکند که یا خدای نخواسته اسلام زیر سوال ببرد یا جامعه ما را زیر سوال ببرد و یا نظام زیر سوال ببرد به معنای از اینکه اینا اصلا نیجا خود توانایی زیر سوال رفته. توانایی که اگر ما نتانیم یک دختر یا خواهر ما یا یک کس شاگرد مکتب که خودش با پای خود میای مکتب کتابش خودش میگیرد قرطاسی بابش خودش میگیرد قلمش خودش میخرد تنها صنف را که از قبل ساخته شده ما شرایط برای ورود از تنها ساخته نتانیم به معنای از این خدا نخواسته است که ما ناتوان هستیم و این ظرفیت زیر سوال قرار میگیره. پس به این خاطر باید هرچی عاجل اقدام شود وسایل و امکانات و افزار را یا وسایل را از او استفاده بکنن که ضرر از او به جامعه نباشد. اگر ما میخوایم خارجی ها را متوجه بسازیم خیلی راه دیگه ای وجود داره. اما سوال اصلی یه ساقای سادت که فکر میکنین که تنها بحث مکاتب باعث شده که همچه یک تصمیم را آمریکا بگیره یا در مجموع از آغاز به کار تا اینجا را آمریکا میل نداشت که به نحوه تعاملات خود آغاز بکنه با این حکومت تازه؟ خود تازه بحث ما و شما روی جلسه قطر بود. اگر ما به گذشته بریم زیاد وقت میگیره اما دو چیز ایجا اساسیت برانگیز شد که به خاطر از اینکه جهانی ها نفهمند که آمریکایی ها با امارت اسلامی میخواهد به یک نوع فشار وارد بکنه اصلا آمدن غیر مترقبه سفیر چین و آمدن نماینده کشور روسیه به افغانستان و شاندن نهال دوستی کشور چین در وزارت خارجه افغانستان و صحبت‌های بدون از اینکه مثلا کدام موضوع خاص داشته باشد همزمان رفتن وزیر خارجه چین به پاکستان به هندوستان و بعد آمدن به افغانستان و صحبت‌های پشت دروازه‌های بسته برای آمریکایی‌ها غیر قابل تحمل است که ایره نمیتونه تحمل بکند و همزمان آمدن نماینده کشور روسیه به افغانستان و صحبت‌هاشون این خودش واکنش بود که آمریکایی‌ها به ظاهر قضیه معارف بهانه کردن و در حقیقت معلوم میشه که این قضیه موضوع معارف افغانستان نه موضوع معارف یک بهانه است اما عکس العملشون احتمالاً با گمان قوی امی موضوع آمدن سفیر دولت کشور روسیه و نماینده وزیر خارجه چین باشه. ممنون آقای کارمند، شما را به بحث خوش آمدید. میگم چی فکر میکنین آیا تصمیم تازه دولت آمریکا مبنی بر به تعلیق در آوردن مذاکرات در دوحه با امارات اسلامی در رابطه با بحث مکاتب بوده و یا هم نگرانی ها از نزدیک شدن امارات اسلامی به چین و روسیه؟ درود احترام دارم خدمت شما.
احمدی عزیز و مهمان شما، بینندگان محترم آریانا نیوز و همکاران تکنیکی شما. ببینین، بحث کلانتر از چیزی هست که مطرح شده، یعنی که آغاز یا آغاز شدن یا آغاز نشدن مکاتب برای دختران بالاتر از سنف 6 یکی از بحث ها هست، ولی بحث های کلانتر از این وجود داره. شما شاهد هستیم که این لحظه اروپا شاهد یک جنگ است، جنگی که روسیه میخواد منافع امنیتی خود بیشتر تامین بکنه و دفاع بکنه از اوضاع امنیتی خود، و ناتو و امریکا یک جای با اوکراین، با وجودی که ناتو و امریکا در این جنگ مستقیما داخل نیستند، ولی از پشت پرده این جنگ به پیش میبرند. و در این جنگ شما بخواهید نخواهید روسیه در تقابل با امریکا و امریکا در تقابل با روسیه قرار دارد. چین همچنان موضع‌گیری مشخص در این مورد، گرچه که بسیار زیاد قاطی نداشت، ولی بخواهید نخواهید چین در حمایت از روسیه وجود داره و یک هماهنگی بین از اینا قرار داره. ما میفهمیم یک چیزی که چینایی ها همیشه برشان منافع اقتصادیشان در جهان و در منطقه و مخصوص در افغانستان مطرح است، و برای روسها منافع امنیتیشان در جنوبشان، در جنوب روسیه، در مناطق آسیای میانه، در سرحدات بین افغانستان و آسیای میانه و در شمال افغانستان مطرح است. در چنین وضعیت، وقتی که یک وزیر خارجه پرقدرت جهان، یکی از وزیرهای پرقدرت جهان از چین به افغانستان میآید و به تعقیب از او همچنان نماینده با صلاحیت روسیه با یک هیئت بسیار با صلاحیت وارد کابل میشه و اینا مورد استقبال گرم قرار میگیره، شما بخواهید نخواهید این مورد استقبال امریکایی‌ها قرار نمیگیره، چون امریکایی‌ها در جنگ دیگه در اوکراین قرار دارن و اینا نمیخواهند که افغانستان از دست بدن. چینایی‌ها و روس‌ها خواستن برای جهان بگویند که افغانستان هنوز نقطه بسیار داغ است، نقطه مهم است، و خلای سیاسی را که امریکایی‌ها و ناتو در افغانستان ایجاد کردند و خودشان اینجا را ترک کردند، روسیه و چین میخواهند که این خلای سیاسی را در افغانستان تکمیل بکنند. و به این ترتیب آمدن از اینا بسیار یک اهمیت بزرگ، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ امنیتی داره. بله، حالا فکر میکنیم بله، سوال که اینجا ایجاد میشه آقای کارمند، آیا در شرایط قرار داریم، حالا قرار است که چند روز بعد یک نشست در مورد افغانستان در بیجینگ هم برگزار شود، به نحو قدرت هایی که در منطقه خلاف منافع آمریکا فعالیت میکنند، اینا پای افغانستان و حکومت تازه افغانستان را به طرف خود بکشن و شاهد ازی باشیم که حکومت تازه افغانستان حداقل چیزی را که به دست میاره در این بازی ها بر رسمیت شناخته شدن حکومت تازه باشه؟ خب من فکر نمی کنم که در نشست بعدی که در چین وجود داره همچنان زمینه شود بر رسمیت شناختن حکومت طالبان، برای از اینکه من میخواستم بحث خود تکمیل بکنم که چین و روسیه میخواهند که یک تعامل با طالبان داشته باشند، ولی اونا نمیخواهند در تقابل با جامعه جهانی قرار بگیرند. اونا سیاست خود در امروز و در فردا طور تنظیم میکنند که بتونن هم منافع خود داشته باشند و هم در تقابل با جامعه جهانی قرار نگیرند. ولی آنچه که بهانه شد به خاطر از اینکه باید در افغانستان مکاتب باز شود، من میخواستم در این مورد همچنان بگویم که بله، یکی از بخشای دیگه که امریکایی ها خواستن مذاکرات خود با طالبان قطع بکنن، در پالی او دلیل بسیار کلان و عمده که من پیشتر به شما عرض کردم، مسئله مکاتب در افغانستان هست. بله، دقیقا نظریات مختلف و موقف گیری های مختلف در این رابطه در داخل و بیرون از کشور وجود داشت. حالا مشخصا در رابطه به بحث که ما شما روی از اون میپردازمی است که وقتی میگیم که آمریکا خوشحال از این نشده که به نحو یک نزدیکی بین حکومت تازه افغانستان و چین و روسیه صورت گرفته، حالا سوالی است که وقت در همچی یک مورد آمریکا میآید مذاکرات مستقیمش را هم با می حکومت بالات تعلیق در میاره، فکر میکنید که این کمک میکنه به ای که حکومت تازه بتونه با آمریکا هم نزدیک شه و یا هم بیشتر رابطه ها را دورتر میسازه؟ خب یک چیز شما با دقت باید متوجه باشیم که در 43 سال جنگ افغانستان، جنگ های نیابتی که وجود داشته، هم غرب هم شرق هم کشورهای همسایه ما خواستن در جنگ افغانستان منافع خود داشته باشند. امروز امریکایی ها همچنان میخوان این منافع خود در افغانستان داشته باشند، اونا نمیخوان افغانستان از دست بدن. به من خاطرم هست که اونا فرش سرخ برای طالبا هموار کردن و زمینه ساختن برای اینکه جمهوریت کاذب از بین بره و به ترتیب حکومت طالبا به قدرت برسه. و امروز وقتی که طالبان در قدرت سیاسی در افغانستان هستند، امریکایی ها حاضر نیستند که
ایره دو دسته به چین و به روسیه توفه بتن. برای از اینکه شما بخواهید نخواهید اگر امریکایی ها در اوکراین شکستی را متقبل شوند، نقطه دیگه ای که میخواهید استفاده بکنند برای فشار علیه روسیه او افغانستان هست. و افغانستان است که میتونه زمینه شوه برای اینکه اونا بتونن بازی های منطقه‌ای و جهانی خود انجام بدن و منافع خود تامین بکنن. به او خاطر اینا در افغانستان منافع خود میبینن برای امروز و برای فردا. بسیار تشکر آقای سادات. میخوایم از شما بپرسم که در بازی های موجود و در سوندی هایی که در منطقه وجود داره، بحران اوکراین، نزدیکی های چین و روسیه و همچنان تمایل این کشورها به حکومت تازه افغانستان، نقش افغانستان را در کجا میبینین؟ خب البته افغانستان در حالت گذار است و حالت گذار خیلی حالت خطرناک و آسیب پذیر است. متاسفانه هماهنگی سیاسی در افغانستان به معنای حقیقی وجود ندارد که تمام سیاسیون گرد یک محور جمع می شدند و افغانستان از این حالتی که فعلا ما هم نیازمند کمک‌های خارجی هستیم، هم نیازمند به رسمیت شناختنشان هستیم، هم با ایشان در تقابل قرار میگیریم، خلاصه همه مشکلات و چالش ها هست. همین که بسیار معذرت میخوایم اشاره میکنین به سیاسیون، منظورتان از چه کس هست؟ منظور ما این است که در مجموع باید امارت اسلامی که در رأس قدرت است تمام سیاسیون افغانستان را جمع بکنند، فکر بکنند که بهترین فرصتی که امروز در افغانستان ایجاد شده، یعنی افغانستان واحد، افغانستانی که شرایط برای گرفتن تمام امتیازات مساعد شده. مثلا ما میتونیم وقت امتیاز شکست آمریکا را گرفتیم که آمریکایی‌ها ایجا را ترک کردند. امروز اگر جنگ در اوکراین است، روسا راهش بسته شده، تمام دروازه‌های اقتصادی خود به طرف افغانستان باز میکنه. چین نیاز دارد که راه ابریشم باز بکنه. ایرانی ها در او طرف در تحریم است، جنس های از واره کسی نمیتونه بخره. کشورهای اسلامی 57 یا 56 کشور اسلامی با یک صدا اگر ما بتانیم تعامل سیاسی در داخل به وجود بیاریم، میتونیم تعامل بیرونی را هم مورد توجه قرار بدیم. اما چرا باید همین تعامل سیاسی در داخل به وجود بیاریم؟ مردم چقدر موافق به این تعامل هستن؟ اکثریت چهرهای سیاسی که به نحو شما با اونا اشاره میکنین در بدترین وضعیت موجود مردم افغانستان را ترک کردند، به وضعیت پشت کردند، از افغانستان فرار کردند. اعتبار این چهره ها بین مردم افغانستان یک سوال کلان است. چرا باید امارات اسلامی بخواهد با اینا تفاهم بکنه؟ ببینین یک چیزی که ما متاسفانه همه چیزها را برای ما خارجی ها تعریف میکنن. یک زمان میخواهد یک کار را خارجی ها بکنند، رسانه ها در اختیارشان است، شخصیت سازی میکنند، بعد شخصیت کشی میکنند. اما این افغانستان خانه مشترک ماست. اگر دادگاهی صورت میگیرد، بازخواست صورت میگیرد، سوال پیدا میشد، اما جناب اجازه بدن که مثلا از خودش دفاع بکنه و دادخواهی بکنه که بتانه که واقعا او متهم است، مجنون است، مجرم است. با در نظر داشتین که تمام مردم افغانستان در حال حاضر همه چیز به چشم خود دیدن، ما چه نیاز است که دادگاهی باید برگزار شود؟ تمامی موارد بر مردم افغانستان روشن است. متاسفانه باید بگم که رسانه ها قاضی نیستن، رسانه ها سوال کننده هستند. قضایای حقوقی یا بعض مسائل مظنونیت یا متهم بودن یا مجرمیت بعد از فیصله دادگاه سومی میشد که مثلا بگی فلان شخص اتو جرم مشهود داره که باید یادم یا قصاص شد یا مالش مصادره شد. هدف ما هدف کلی است، هدف اشخاص نیست. احمد محمود 15 نفر 20 نفر یا 4 تا به اصطلاح امروزه های قبلی تامیا که آمده بودن اونا رو بگیم. در کنار از این که اشخاص و افرادی است که آقای صادات اجازه بتن که در این رابطه چیزایی بگویم، در کنار از این که متهم میسازن به نحو رسانه ها را، باید بگویم که چه تضمین وجود داره که حالا اگر فرزن یک دادگاه قلابی و ساختگی هم ساخته شوه برای این اشخاصی که سالهای متمادی بالای مردم افغانستان و از وضعیت بد مردم افغانستان استفاده کردن، یک بار دیگر به نوع بخواین خود نیکنام بسازه؟ ببینین ما و شما اگر میگیم باور داریم به خداوند متعال که هر روز ما و شما یک پشت روز شما نمیفهمیم، اما امید برای زندگی است. وقتی که ما سنفمندی میکنیم، جامعه دیگه جامعه ها را سیاسیون از او رهبری و مدیریت میکنه، چه بخش اقتصادی، فرهنگی، تعلیمی، تحصیلی، صحی و همه و همه. اگر ما همیشه دنبال همین خردکاری ها باشیم و موضوع انتقام و عقده کشایی ها باشیم، ما متاسفانه آسیب پذیر هستیم. مثل که استاد این موضوع را یاد کرد که اگر جنگ اوکراین بس انتقام نیست آقای سادات، حالا به نحو کسانی که
سالها از خون مردم افغانستان استفاده کردند به نحو در جنگ هایی که حالا آگاهان میگن که هیچ نیاز نبود 70,000 افغان قربانی شد. چه وقت باید این چهره ها محاسبه شوند؟ اشتباه حساب کردن. افغانستان 3 میلیون نفر از بین رفته، به شهادت رسیده. منظور ما همین دوره جدید است، توسط کمونیست ها، توسط گروه های مختلف، توسط امریکایی ها و همه. اگر حساب بکنن تمام مردم افغانستان سند بندی شده، هر کس مربوط نهادی بوده، حزبی بوده، بینشی بوده، کنشی بوده، دیدگاهی داشته. ما منظور ما هیچ چیز دیگه است. ما یک امید پیدا کردیم که افغانستان فعلا یک جغرافی های واحد است. امکاناتی که از خارجی ها مانده بود بر دفاع بر افغانستان، ما نیاز به اون نداریم. منابع خوب داریم. اشخاص و افرادی که واقعا جنایتکار بودند، خائن بودند، ظالم بودند، فاسد بودند، جدا از او افغانستان 35 تا 40 میلیون جمعیت دارد. در بین از این کسایی بودند، نخبه های از سیاسیون از علمای از فضلای از دانشمندای است. شما قبلا این بحث مطرح نکردین. شما تمامی سیاسیون که به نحو مردم افغانستان در بدترین شرایط منظور رها کردن، تمام اونا را میخوان که دوباره به این شریک شوند. نام اشخاص و افراد ما نمیگیریم. هیچ کسی که مثلا به اون معنا نیست. هدف ما که فلان یا کسی بیای از بیرون بازم بیای دیج سرگرده های مردم حکومت بکنه و فساد بکنه و استفاده جویی بکنه. هدف ما این است که یک کتله سیاسی تصمیم گیرنده که تمام جوانب قضایای افغانستان از بود داخلی و خارجی بررسی بکنن، تحلیل بکنن، پلان بسازن، برنامه بسازن، کوتاه مدت، متوسط مدت، طویل مدت، افغانستان از جنگ نیابتی خلاص بکنن، افغانستان کشور بسازن مثل که در قلب اروپا سویس است، با هیچ موضوع دخیل نیست، نه در عضویت ناتو را دارد، نه هیچ مشکل دارد، نه با همسایه‌های خود درگیر است، یک بانک است از تمام دنیا با اعتماد از اینکه پول خودم میرن در سویس میمانند. منظور ما این است که افغانستان فعلا در یک نقطه آسیب پذیر است. اگر خدای نخواسته غفلت صورت بگیره و یا کمی ها و کاستی های باشد، باز ما با مشکلات مواجه میشیم که با بحران مدیریت یک خودش یک بحث علایده است که چطور ما بحران مدیریت بکنیم. اگر از نگاه سیاسی بحران مدیریت نشه، اقتصاد سرمایه گذاری نمیشه، کسی به مکتب رفته نمیتونه، شفخانه باز شده نمیتونه، امیتی که قبلا سرکا خراب بود و شرایط خراب بود، باز دوباره خدای نخواست اگر ما با مشکل مواجه شیم. یعنی دیگه از این امیدی که ما داشتیم در آخری مرحله میرسیم. ادامه تحول را پس از وقفه کوتاه دنبال کنیم. به ادامه برنامه باز هم خوش آمدین. آقای کارمند، میخوایم از شما بپرسم یک کتله سیاسی تصمیم گیر که بتونه برای مردم افغانستان قابل قبول باشه، چه کسایی به نظر شما میتونن باشن؟ اول خب من بسیار متاسف هستم برای اون سیاسیونی که در 20 سال گذشته برای ملت افغانستان، برای مردم افغانستان، برای جوانان و زنان افغانستان جفا کردن. اینا باز هم پیام میفرستن، صدا بلند میکنن و میخواین بگوین که ما وطن دوست هستیم و با وطن خدمت میکنیم. اینا در 20 سال گذشته جفا کردن، اینا خیانت کردن، اینا تمام ارزش‌های جمهوریت زیر پا کردن. ببینین دو طرف جنگ در 20 سال گذشته افغانستان، یک طرفش همین جمهوریت کاذب وجود داشت و از یک طرف دیگهش طالبان وجود داشت. اینا اگر این دو گروه با هم میخواین بشینن و باز هم آینده افغانستان تصمیم بگیرن، من فکر میکنم بازم جایی که فراموش میشه او مردم افغانستان است و نخبگان افغانستان است. بنان ما باید زمینه بدیم به همه این. درست. چیز عمده ده اینجاست که من بسیار متاثر میشم که گاگای یک تعداد دوستای ما در بحثا، یک تا دوستای ما رو که از خارج کشور در بحثا شرکت میکنن، اینا رو به زبانهای مختلف گویا میخواین بگوین که شما به افغانستان نیستین، حق ندارین. من میگم که شما زمینه رو مساعد بکنین به هر هموطن ما در هر گوشه دنیا که وجود داره که مجبوریت های زندگی اونا رو بردن، اونا رو زمینه بتین که در افغانستان بیاید بدن. من از طالبا میخواین بپرسم که مثلا شما چقدر تضمین برای من میتین که من بتونم در افغانستان بیاین بایست یک مامور یک بخش از افغانستان خدمت بکنم. هنوز این مسئولیت از لحاظ روانی و فیزیکی من احساس نمی کنم. مثل من هزارهای دیگه وجود داره که اینا قلبشان به خاطر افغانستان می تپه، ولی اینا نمی تونن که به افغانستان فعلا بیان مصدر خدمت شن. بنان ما باید امی
فاصله ها را از بین ببریم. آقای سادات، میخوایم از شما بپرسم تلاش های دیپلماتیک که این روزها صورت میگیرد توسط دستگاه دیپلماسی افغانستان مبنی بر این که حکومت تازه بتونه به رسمیت شناخته شود، این تلاش ها را چگونه ارزیابی میکنین؟ چقدر نزدیک شدیم؟ در تازه ترین مورد سفیر امارات اسلامی در ترکمنستان در حال که بلندترین مقامات دولتی ترکمنستان حضور داشت پذیرفته شد. میتونه یک چراغ سبز باشه؟ خب از نگاه دیپلماسی و از نگاه روابط بین الدول سفیر که در یک کشور دیگه میره این اعتبارنامه از حکومت میبره به دست رئیس جمهور از کشور میده و کشور امو اعتبارنامه و نمایندگی از او را قبول میکنه. اما رفتن سفیر افغانستان در کشور ترکمنستان به معنای تعامل است که با از نگاه اقتصادی و جای خالی که وجود بوده او را توسط امو سفیر پر کردن. امیدواری ها البته گاه زیاد میشه، متاسفانه گاه کم. تلاش اینا قابل ازی است که آدم تشکری بکنه، ولی تلاش ها بسنده نیست. چرا که وقتی که ما با جامعه جهانی با داشتن عضویت در سازمان ملل و متاسفانه بگم وابستگی ما یا تعهد ما با کنوانسیون های بین المللی خود ازی ما را مکلف میسازد که ما با جهان با هر شکل ممکن که است تعامل بکنیم. اگر با دوستای که در این عرصه میفهمند و موضوعات دیپلماسی را از نگاه روابط بین الدول اونا برشان بهتر معلوم میشه که کدام موضوعاتی که واقعا یکی خب موضوعات است که حالا ما شما روش بحث میکنیم یا بحثای سیاسی است که ما کشور فقیر هستیم، آسیب پذیر هستیم، نیازمند هستیم و به خاطر نیازهای خود ناگزیر هستیم، بعضی موضوعات چی کنیم، تعامل بکنیم یا تحمل بکنیم. اما میتونیم که بعضی موضوعات که به خیر ما نیست، از نگاه دینی با ما وفق ندارد، از نگاه سیاسی بر ما چالش‌زا است، او را برش در طویل مدت برش نبگیم نه این اصلا به نفع به خیر ما نیست. اما از نگاه اصول دیپلماسی امروز که اگر ما ایره دستاورد فکر بکنیم، در یک طرف ترکمنستان سفیر ما را قبول میکنه، در دیگر طرف پاکستان بر ما نقد میکنند و نوی اشتارامیز میگد که اگر از افغانستان تروریست یا کسی میاد در خاک افغانستان عملیات را انجام میده، باز روابط ما و شما با او گرمی نخواهد بود. یعنی خودش یک نوع اگر از یک طرف یک زاویه پر میشد و یا به اصطلاح تحکیم میشد، از دیگر زاویه ما آسیب پذیری خود او در کنار از او صحبت های دیگه هم از جانب پاکستانی ها داشتیم. اونا حتی گفتن که اگر یک هماهنگی در سطح همسایه های افغانستان وجود داشته باشه، حاضر هستن از جمله کشورهایی باشن که حکومت تازه افغانستان به رسمیت میشناسن. خب دیدیم که ما شما دو بار میشه که کنفرانس کشورهای اسلامی دایر میشه، هر دو دفعه تمام کنفرانس میچرخد روی همو تعاملات سازمان ملل یا بین المللی، تعهدات بین المللی که چه تقاضا از امارت اسلامی داره. حال ما اگر واقعا پاکستان با واقع دلسوزی بود، این حرفایی که پاکستان یا زمامدارای پاکستان میزنن این حرفا عاطفی است، این مسئولانه نیست، این باعث یک همسایه، باعث یک کشور که چی میتونن بکنن، چطور میتونن این چالش ها را رفع بکنن، چطور میتونن قناعت کشورهایی که امروز که مثلا عامی امریکا قطر است و یا کشوری که برگزار کننده امی کنفرانس ها در طول دو سال مذاکرات بود، قطر بود، پاکستان با قطر تعامل میکرد، عربستان سعودی را متقاعد میساخت، نماینده امارت اسلامی را باش صحبت صورت میگرفت که کدام کارا در کوتاه مدت باید شود، کدام مسائل در دراز مدت، کدام موضوعات. اگر مثلا ما بگیم که نه خیر ما با پاکستان نیاز نداریم، روابط خود قطع میکنیم، پاکستان دشمن ماست، شوروی روسیه بقای شوروی است، دشمن ماست، آمریکا 20 سال اینجا در افغانستان با 45 کشور اشغال کرده بودند و عربا القاعده بودند، ما این رو تحمل نمیکنیم. خب ما در یک جزیره ماندیم دیگه. اگر ما در جزیره بباریم، آیا این توانایی رو ما داریم که ما بتانیم با تنهایی خود تمام مشکلات خود رفع بکنیم؟ جهان ما متوجه شیم. اگر ما پلان داریم که چی نوع حکومت اسلامی بسازیم، الگوها نمونه هایی است، ما میتونیم آهسته آهسته با مو مراحل خود برسانیم، وسایل، امکانات، شرایط. اگر ما امروز تمام موضوعات
توقف بدیم که ما تمام مسائل اسلامی میسازیم و اینا را هم اگر میخواین نمیخواین بپذیرین، خب طبیعی است که ما در این حالت که بودیم در این حالت آستا آستا ما نمیتونیم که اینمی درد تحمل بکنیم. شاید ما بتونیم، کلانا بتواند، اما اطفال ببین که مگه 12 میلیون طفل زیر خط فقر است. وزارت صحت عامه اعلان میکند که در دو مادر یکیش در وقت زایمان از بین میرد. وقتی که ما میبینیم که طفلایی که باید نان بخورن، غذا بر از واده او زمان داده شد، او تمام از او متاسفانه گدایگر شده. این چیزایی است که روان اجتماع را صدمه میزنه. وقتی که ما میگیم کلتان بیاین، دوستایی که در بیرون از بیاین، و اینجا پس صدا میاد که هیچ چیز هم در افغانستان وجود نداره، خب طبیعی است که او دیگه امیدی بر ازی نداره. ما بهترین شرایط و خوبترین فرصت داریم که ما میتونیم. ما گپ قبلی را یادآور شدم به این معنا که ما یک دیدگاه وسیع بر ساختن یک مملکت داشته باشیم. ما کدام حزب سیاسی یا کدام نهاد مدنی یا کدام حرکت نمیسازیم. ما قوانین اسلام که در چوکات قرآن عظیم الشان، احادیث نبوی و وقت و زمان است، با شرایط قبولی شرایط، ما باید یک نظام تقدیم به مردم بکنیم که تا بتانه مردم در او آینه خود ببینن و نظام عادل باشد که واقعا بتانه مشکلات مردم تحلیل بکند، بررسی بکند، امکانات بر از او تهیه بکند، قناعت مردم فراهم بکند، امید بر مردم بدهد، واقعا مشکلات و چالش ها را بررسی و تحلیل بکند که ما در این مدت یک سال این نظام سرپرست است، بعد این کار جرگه میکنیم، بعدا مثلا موضوعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی خود انشاءالله حل میکنیم. اگر قرار باشد با می شرایط و با می شوه کار بکنیم، خب طبیعی است که کسایی را که ما دعوت میکنیم، اگر از 100 نفر یک نفرش ناگزیر شد بیای، دیگه یه نمیتونه بیای و متاسفانه ابزار و وسیله میشه در دست دشمنای ما که علیه ما استعمال بکنن. تشکر آقای کارمن. همین که بعض همسایه های افغانستان تاکید میکنه که مایل هستند حکومت تازه افغانستان را به رسمیت بشناسند، چند پیش وزیر خارجه قطر گفت که بسیاری از کشورها در منطقه وجود دارند که میخواین حکومت تازه افغانستان را به رسمیت بشناسند اما منتظر هستند، فکر میکنین که بدون هماهنگی قدرت های منطقوی کشور حاضر باشه تعاملات مستقیم دیپلماتیک خود با حکومت تازه افغانستان آغاز کنه؟ ببینین کشورهای منطقه، کشورهای همسایه ما، اینا کشورهای هستند که شما بخواین نخواین روابط اقتصادی، روابط سیاسی کلان دارن با کشورهای قدرتمند جهان، با چین، با روسیه، با امریکا، با اروپا. من فکر میکنم تا زمانی که یک تعامل سراسری ایجاد نشه، تا زمانی که اروپا و امریکا پیش قدم نشه، این کشورها نظارگر خواهد بودن. ولی پاکستان امروز میخواهد که در یک تعامل با جامعه جهانی، برای اینکه هر کشور منافع سیاسی، منافع اقتصادی و منافع امنیتیش برش مهم است. اگر پاکستانی ها امروز بیان طالبان به رسمیت بشناسن، اینا در یک زدبند یک تقابل قرار میگیرن با کشورهای اروپایی، کشور با چین، با روسیه، با امریکا. حتی روسیه و چین علاقه مندی به رسمیت شناختن دارن، ولی هنوز پای خود گرفتن، نمیخواهند که پیش قدم باشن. به اینجا یک تعامل کار است و من فکر میکنم این تعامل مربوط به خود حکومت طالبان هست. ببینین شما در یک رسانه هستین و رسانه زبان مردم هست، رسانه هست که حقیقت میگه، رسانه هست که قاضی یک نظام است، یک حکومت است و رسانه هست که بسیار ارزش معتبر دارد. از طریق این رسانه، از طریق رسانه شما، از طریق ده ها رسانه ما شاهد می بودیم که حکومت طالبان اعلان کرد که با پس از 20 مارچ یا 21 مارچ یا اول حمل مکاتب باز میشه، ولی مکاتب باز نشد. حالا اونا بازم وعده میدن که ما انقریب این کار را آغاز میکنیم. ما همش میخواییم منتظر باشیم که واقعا اینا کار انجام میتن یا نه، ولی دلایل کنه آوردن در از اینکه مکاتب دوباره مسدود شود به هیچ صورت دلایل قناعت بخش نبود و نیست. و حتی من فکر میکنم که کشورهای در این مورد دست دارن، شاید هم حتی پاکستان، برای از اینکه پاکستان یکی از کشورهایی است که همیشه خواستار از این است که یک افغانستان ضعیف از لحاظ فرهنگ، از لحاظ ادبیات و از لحاظ نظامی ما داشته باشیم. و من باید فکر میکنم که امی ضعفی که وجود داره باعث شده که مکاتب آغاز نشد. ما منتظر تعهد و عمل طالبا هستیم. بسیار تشکر. ادامه تحول را پس از وقفه کوتاه دنبال کنید.
بدومه برنامه باز هم خوش آمدین آقای سادات. حالا به منظور رای حل و به خاطر از اینکه بتانیم به بحرانهای موجود یک رای حل پیدا بکنیم، حکومت تازه افغانستان بهتر بتانه بازی بکنه و امین بی سرنوشتی سیاسی و بحث بر رسمیت شناختن زودتر حل شوه، چه کارهایی باید شوه؟ خب ما قبلا یادآور شدم که بهترین فرصت در دست ما است که افغانستان با داشتن فعلا در شرایط کنونی بعد از 40 سال جنگ خانمانسوز تحمیلی و جنگی که به ضرر مردم افغانستان به هر عنوان بود، آمریکایی آمدن گفتن اعلان کردن که ما به اهداف خود رسیدیم. یعنی اگر ما جنگ افغانستان را بگیم در کشورهای دیگه هم آمریکایی ها با ما اهدافی که داشتن به هر شکل ممکن و اهداف خود را تعقیب کردن. افغانستان مانده بر ما که ما افغانستان را چه رقم بسازیم. افغانستان کشور فقیر نیست که ما اگر بگیم که افغانستان کشور فقیر است، منابع بزرگ داریم، نیروی کاری فعال داریم، ما جوانا و اشخاص تحصیل یافته و تعلیم یافته داریم، ما در کشور قرار داریم، اگر ما به بحر را نداریم پل هستیم بین شرق و غرب. مثلا چین میتونیم به آسیای میانه وصل بکنیم، هندوستان میتونیم به اروپا وصل بکنیم از طریق زمین. یعنی بهترین جغرافیایی که در اختیار ما هست از نگاه اقلیمی، از نگاه زراعتی، از نگاه فکری که مردمایی که در بیرون هستن، افغانایی که رفتن اونجا برشان شرایط مساعد شده و بهترین اشخاص بودن که تانستن از نیروی از او استفاده بکنه، بهتری است که ما از امین نیرو و توانایی های خود استفاده بکنیم، پلان بگیریم، برنامه بگیریم تا بتانیم که یک موضوعات کوتاه مدت، متوسط مدت، طویل مدت بسازیم. برای زیربناسازی توجه جدی باید بکنیم، تفاهم و همدیگر پذیری را سر لوحه خود قرار بدیم که ما بتانیم اگر منظور کس نقد است، نظر است، پیشنهاد است، انتقاد است، خب ببینیم بررسی بکنیم که هدف از چی است. اگر هدف از خواست فکری ملت مردم افغانستان است، مثل امروز که بحث مکاتب است، مکاتب خود ما میفهمیم که در یک خانواده اگر یک مادر معلم باشد تمام فرزندهای از او باسواد است، اما خیلی نادر است که اگر او پدر از او معلم باشد شاید او قدر توجه نکند، چرا که اقتصاد از او ایجاب میکند که باید بیرو برود، کار بکند، زحمت بکشد. اما مادرها میتواند که بهترتر و خواهرای ما میتواند که بر تغییر اجتماع ما مکلفیت داریم، دولت ها مکلفیت دارد، حاکم ها مکلفیت دارد که بر رعیت خود چطور بتوانند شرایط بهتر زندگی کردن مساعد بکنند. ما که موضوعات اقتصادی خود به خودکفایی برسانیم و موضوعات سیاسی خود تفاهم بکنیم، شرایط امیدوار کننده را در جامعه مهیا بکنیم، خب طبیعی است که ما هم به رفاه میرسیم، هم به ترقی میرسیم، هم به آسایش میرسیم. مثل کشورهای اروپایی در جنگ دوم جهانی همه چیز خود از دست دادن، کشورهاشان، افغانستان که از نگاه صنعت و از نگاه راسازی به او حد نبود که تمام میدانهای هوایی داشته باشد، سرکای موتوروی داشته باشد، خب چیزی از بین رفته، ما خسارمند شدیم. اما ما دو دستاورد کلان تاریخی داریم، افتخارات ما که ما مسلمان هستیم در مقابل ظلم، زورگویی، به اصطلاح کشورهای قلدر و کسی که خود میخواستن که اینجا افکار خود تطبیق بکنه، ما مانع شدیم و یک ملت به تمام معنا آزادی خواه بودیم و ثابت ساختیم که ما ملت آزاد هستیم. اما این آزادی های ما رو چطور بتونیم حفظ بکنیم؟ ما میتونیم با روشن شدن جامعه اسلامی و یک الگوی خوب با واقعا برای جهان بشریت و جهان اسلام که مردم افغانستان واقعا در این عرصه قهرمان بودن، در این عرصه قهرمان هستن، در این عرصه میتونن خودشان خود بسازن. ما نبود امکانات نداریم، ما نبود کادر نداریم، ما نبود سرزمین نداریم. در هندوستان در 5 متر مربع مردم یا 10 متر مربع یک فرد زندگی میکنه، در افغانستان میتونه که در 1 کیلومتر مربع یک فرد زندگی کنه. یعنی اراضی کلان ما داریم، منابع غنی ما داریم، شرایط بهتر داریم و میتونیم با از خیلی راه های دیگه هم وجود دارد که ما بتونیم امی مردم دنیا را توجهش جلب بکنیم. و اگر با روش و کنشی که ما فعلا متاسفانه از اون ناحیه متضرر شدیم، هم به مهری جهان طرف ما میشد و هم نامیدی مردم افغانستان کی به ضرر ماست. اینمی رای حل ما است که ما نیروی خود، توانایی خود، فکر خود، اندیشه خود، وقتی که مردم افغانستان، مردم دیگر دنیا وطن خود دوست داره، اما مردم افغانستان سر وطن خود جان خود قربان میکنه، پس این مردم قابل ازی است
سر از عاطفه مهربانی شفقت بر از امید داده شو که واقعا تو پاسبان واقعی بودی که جانت و مالت و فرزندت و پدرت و مادرت فدای از خاک و وطن اسلامی کردی. پس به این خاطر ما بتانیم راهکارا و راهبردهایی را پیدا بکنیم که تا این مردم این ملت به تمام معنا امید بودن، امید ساختن و امید زیستن پیدا بکنیم. بسیار تشکر آقای کارمن. از شما میخواییم به عنوان آخرین پرسش بپرسم، به خاطر از اینکه بتانیم به مشکلات موجود فائق بیاییم، به بحران بی سرنوشتی سیاسی که باعث شده در هر بخش از افغانستان تأثیرات خود داشته باشه، بتانیم به این نقطه پایان پیدا بکنیم، چه کارهای مفید و عملی باید روی دست گرفته شود که هر چه زودتر بتونه نتیجه بخش باشه؟ یک نظام پاسخگو باید جور شود. در قدم دوم باید این نظام به مردم افغانستان مراجعه بکنه. به اینجا نقطه‌ای که مفقود است همون مردم افغانستان هست. هر رژیمی که در گذشته آمد و همیان هست تکیشان خودشان بوده، نه مردم افغانستان. بدن به مردم افغانستان باید مراجعه صورت بگیره. سیومی که باید نظامی که ایجاد میشه برای به طرف قانون و قانونسازی. ما فعلا در افغانستان قانون نداریم، هیچ نوع مرجعی وجود نداره که شما به اساس کدام قانون میخواهید در افغانستان امیال حکومت بکنید. بخشای نظامی، بخشای سیاسی، بخشای اقتصادی، ما به اساس کدام قانون فعالیت میکنیم؟ چهارمی که یک این نظام باید برنامه خود در موارد مختلف، من جمله مسائل فرهنگی، مسائل ادبی، مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی و نظامی باید پیشکش بکنه مردم افغانستان. و چیز بسیار عمده ای است که نظامی که ایجاد میشه برای خواهشات مردم، برای خواستهای مردم افغانستان باید پاسخ مثبت بده. به هر نوع خشونت باید خاتمه داده شود. برای تعلیم و تربیت جوانان باید دقیقا مراجعه صورت بگیره. و مهمتر از این است نظامی که ایجاد میشه این نظام یک نظام متخصص باشه، نظام تحصیل کرده باشه و تکیه کنه بر مردم افغانستان. بخش آخری که میخوایم خدمت شما عرض بکنم این است که نظامی که در افغانستان جور میشه این مجبور مکلف است که تعامل با کشورهای همسایه، کشورهای جهان داشته باشه. درست است که افغانستان یک کشوری است که منابع سرشار طبیعی داره، ولی این منابع هنوز اختیار ما نیست. ما نیروی جوان، نیروی تازه نفس داریم که باید مانع جلوگیری فرار از ناشریم، ولی ما برای یک تعامل جهانی، برای کمک جهانی و برای حمایت جامعه جهانی نیاز داریم. افغانستان باید بی‌طرفی خود به صورت کل باید داشته باشه. سیاست غلطی که در ملل متحد نماینده افغانستان گرفت که از اوکراین در اونجا رای بر ضد روسیه داد، اشتباه کرد. افغانستان باید این سیاست نگیره. در تمام تعاملات و جنگ هایی که در جهان وجود داره افغانستان بی‌طرفی خود حفظ بکنه و افغانستان بتونه زمینه شود برای کمک و حمایت هم شرق و هم غرب و هم همسایه ها. در صورت ما میتونیم که برسیم و بدون عدالت، بدون همدیگر پذیری، بدون عدالت اجتماعی، بدون آزادی، بدون دموکراسی ما به سرمنزل مقصود نمیدیم. سپاسگزارم از حضور مهمانانم، هر یک آقای صمد کارمند، آگاه روابط بین الملل که از طریق خط اسکایپ از آلمان با ما وصل بودن، و همچنان آقای سید غریب‌الله سادات، تحلیلگر مسائل سیاسی اینجا در استودیو. و سپاس از شما که بیننده تحول امشب بودید. برنامه تحول در همینجا با پایان میرسد. خدا نگهدار.